دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان با کسب بیشترین آرا در ایالت نوادا به سومین پیروزی پیاپی خود دست یافت. او دقایقی پس از انتشار نتایج اولیه شمارش آرا با تاکید بر اینکه برخلاف خواسته اوباما زندان گوانتانامو را نخواهد بست گفت آنجا را از افراد شرور پر خواهیم کرد، کنترل مرزهای ما را تقویت خواهیم کرد و با وجود تمام احترامی که برای مکزیک قائلم و نتایج گواه آن است، اسپانیایی زبان‌ها به من رأی دادند، ما دیواری خواهیم ساخت و مکزیک را مجبور خواهیم کرد که هزینه اش را بپردازد. پیروزی ترامپ در نوادا حائز اهمیت است، چرا که حدود یک سوم جمعیت این ایالت را اقلیت‌های لاتین تبار تشکیل می‌دهند و کسب بخش قابل توجهی از آرای آنها می‌تواند راه صعود به کاخ سفید را برای وی هموار کند. مرحله بعدی انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد. روزی سرنوشت‌ساز که به سوپر تیوزدی مشهور است و در جریان آن رأی‌گیری در ده‌ها ایالت برگزار می‌شود. Thank you.